بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، سلام بر شما. سلام و عصر بخیر خدمت همه شما عزیزان، همراهان همیشگی برنامه روی خط زندگی. عصر شما بخیر. عصر زیبا و دلپذیر و سرد روز چهارشنبه شما بخیر و نیکی باشه انشالله. و از هر کجایی که بیننده و همراه ما هستید، الهی که در عافیت و صحتمندی کامل باشین. خیلی خیلی خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما عزیزان هستم در لحظات پیش رو با یکی دیگر از برنامه های روی خط زندگی. طبق معمول موضوعی هست در پیوند به خانواده، موضوعی بسیار بسیار پر اهمیت و میطلبه که شما عزیزان هم تا پایان گفتگو بیننده و همراه ما باشید. پس به برنامه خودتان خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز و ارجمند، خیلی خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستیم. دین مبین اسلام دینی است که تعالیم و آموزه های فراوانی برای بهبود، پیشرفت و ترقی و سعادت خانواده ها دارد. اگر توجه داشته باشیم به این تعالیم الهی، قطعا رستگار میشیم. دوستان عزیز ارجمند، در دین مبین اسلام یکی از توصیه هایی که به شدت و اکید مورد توجه قرار گرفته شده، بحث فرزند صالح هست. و خود شما عزیزان میدانید که فرزند صالح گلی است از گلهای بهشت. تفاوت نیست میان فرزند پسر و دختر. اگر فرزند پسر نعمتی باشه از جانب خداوند مهربان، در برابرش دختران هم رحمتی هستند از رحمتهای بی پایان الهی که در خانه ما هستند و موجب نشاد هرچه بیشتر در یک خانواده میشن. دختر در دین مبین اسلام از جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای بر خورداره، تا اونجا که تعابیر و توصیفات بسیار زیبایی را برای دختران به کار گرفته، همانند ریحانه، همانند حسنه به معنای نیکی، که واقعا نشان میده که دختر از چه عظمت، چه جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. خوشبختانه در جامعه ما هم نسبت به جایگاه دختران احترام قائل است. پدران و مادران عزیز توجه دارند که هر آن چیزی که برای پسران خود میپسندند، برای دختران هم میپسندند. و خوبی پدر و مادران در ایست که تفاوتی میان فرزند پسر و دختر قائل نشوند، چون اگر این گونه باشه قطعا میتونه تبعات منفی را برای روح و روان یک دختر و فراتر از او برای همه فرزندانی که در یک خانواده زیست میکنن بتونه به همراه داشته باشن. همراه ما باشین. در خصوص جایگاه دختر در خانواده برای شما عزیزان صحبت میکنیم و اینکه از منظر دین مبین اسلام این موضوع چگونه مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. سرور گرامی ما حاج آقای شیخزاده در کنار ما هستند و این صحبت ها را به اتفاق ایشان برای شما عزیزان تقدیم میکنیم. آقا سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما. بنده هم عرض سلام و ارادت خدمت حضرت عالی، همکاران نهایت گرامی و بینندگان عزیز و ارجمند شما دارم. خیلی خوش آمد آقا، در خدمت شما هستیم و انشالله استفاده میکنیم از صحبت های شما در خصوصی که جایگاه واقعی یک دختر میتونه در خانواده چگونه باشه. قطعا میتونه یک دختر نقش ارزنده‌ای را در خانواده ایفا کنه و باید همگان نسبت به این مسئله توجه داشته باشند. آنچه را که امروز میخواییم برای بینندگان عزیز تقدیم کنیم قطعا میتونه موضوعات بسیار مهم و کلیدی برگرفته از دستورات و آموزه های دین مبین اسلام باشه، چون واقعا دین مبین اسلام است که ارزش ویژه‌ای برای دختران قائل شده. آج آقا، این ارزش و این جایگاه در دین ما چگونه هست؟ موضوع بسیار مهم و تعابیر و اصطلاحات و تعریفی که حضرت عالی از فرزند داشتین، فرزند صالح، حالا فرق نمی‌کنه که بچه باشه یا دختر، او
هدیه است از جانب خداوند تبارک و تعالی برای بندگانشان. لذا اینه که الحمدلله در قرآن با صراحت هم بیان شده است که این لطف الهی است و این تصمیم الهی است که به شما فرزند دختر بیته یا فرزند بچه بیته، یک نعمت از جانب خداوند تبارک و تعالی هست. چون نعمت هست و چون یک لطفی از جانب خداوند هست و این ناشکری خواهد بود که خدایی نکرده ما در قبال این نعمت بسیار گرانسنگ و ارزشمند خدایی نکرده گاهن کفران نعمت بکنیم. بله. و فاصله هم نگرفتیم از میلاد دخت نبی پیامبر بزرگوار اسلام که میگه که دو روز پیش میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. در تولد حضرت زهرا سلام الله علیها این دو تا نگاه به دختر اینجا به وضاحت بیان شده است ده. که یک نگاه الهی، نگاه قرآنی و یک نگاه جاهلی به بحث و اصطلاح دختر. لذا چون الحمدلله مسلمان هستیم و بهتره که بدانیم نگاه اسلام به دختر چگونه هست در خانواده، بعد ببینیم که به اصطلاح نگاه ما چگونه خواهد بود. بله. و قطعا هم نگاه ما همون نگاه الهی خواهد بود، همون نگاه قرآنی خواهد بود. و عامل بسیار از مشکلات هم گاهن به خاطر همین ندانستن ها هست، ناآگاهی هست، نمیدانیم که نگاه قرآن به دختر چگونه هست یا جایگاه دختر در خانواده پیامبر بزرگوار اسلام، در خانواده اهل بیت چگونه بوده. به خاطر عدم اطلاع گاهن خدایی نکرده ما یک نگاه نادرستی به این موضوع داشته باشیم. لذا خب بحث سوره کوثر، اینا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر اینا شانعک هو الابتر، دقیقا دو تا نگاه اینجا بیان شده، یک نگاه قرآنی و یک نگاه جاهلی. اعراب جاهلی چون پیامبر فرزند بچه نداشت ایره به اصطلاح ابتر خطاب میکرد و از این طریق مورد اذیت آزار قرار میداد. که تو فرزند نداری، تو عقبه نداری، تو میراث خور نداری، برای چی این همه زحمت و این همه تلاش برای اصلاح جامعه و دیگران؟ همیشه این طعنه را به روح پیامبر بزرگوار اسلام میکشیدن اینا. خب این موردی اذیت و آزار قرار دادن پیامبر و اون نگاه جاهلی، این دختر را اصلا فرزند به حساب نمی آوردن. بله. چون فرزند بچه نداشت می گفت خب تو کسی نداری، تو به اصطلاح عقبه نداری. لذا این است که با نازل شدن سوره کوثر که در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها که کوثر این به معنای خیر کثیر، یعنی نه تنها این که اون نگاه جاهلی تأیید میشه و نقد مورد نقد قرار میگیره، میگه نه هیچ تفاوتی بین جنسیت اینجا وجود نداره، بلکه کوثر این خیر کثیر و اونها ابتره. این جالبه، اونها ابتر هستن. چرا؟ دقیقا نکته که حضرت عالی اشاره فرمودین، اونا بچه داشت، دختر هم داشت، اما چون تربیت صحیح، تربیت سالمی نداشتن، نگاه قرآنی یعنی این که اصلا فرزند ندارن. بله. اونا ابتر، با این که ده ها تا بچه داشتن اما چون به تربیتشان نمی رسیدن و اینجا اونا ابتر خطاب شده است. لذا اینه که پس نگاه قرآنی به فرزند در کل هیچ تفاوتی بین دختر و بچه وجود نداره و اون نگاه جاهلی در این آیه مورد نقد قرار میگیره که شما سخت در اشتباه هستین. بله. لذا اینه که الحمدلله ما در آموزه های وحیانی و در سیره عملی پیامبر و اصحاب گرامی پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام با وضاحت به این موضوع اشاره شده. جالبه که از امام حسین علیه السلام این حدیث و این سیره از او روایت شده است که
میفرمود که خانه‌ای که در او خانه سکینه و رباب باشد، ما با او خانه افتخار میکنم. و این جالبه که اونجا باز به یک نحوی به همون نگاه جاهلی اشاره میشه که و از هیچ ملامت کننده هم عبای ندارم. بله درست. از هیچ ملامت کننده هم عبای ندارم که به من بگه چرا امام حسین به دختر خود میباله و افتخار میکنه و به خانه‌ای که در او خانه مثلا سکینه هست. امام حسین میگه که من خوشحالم، افتخار میکنم به داشتن این دختر و همسر، و نشان میده که پس ملامت کننده ای بوده. بله. و از هیچ ملامت کننده ای ابایی ندارم که بگه فرزند رسول الله به اصطلاح شاید هم مورد طعنه قرار میدادن، که یعنی اون نگاه جاهلی، اون به اصطلاح برداشت غلطی که نسبت به فرزند داشتن. میگه که بله، من هیچ اون نگاه جاهلی تحت تاثیر از او قرار نمیگرم که بله. او چی میگه، چه برداشتی داره، خب مربوط به خودش میشه، اما من هیچ عبایی ندارم و افتخار میکنم به داشتن این دختر. وقتی به خانهش افتخار میکنم، یعنی به خودش، به شخصیتش، به جایگاه او در خانواده من بیشتر افتخار، خیلی افتخار میکنم، خیلی افتخار میکنم. لذا این است که جایگاه یک دختر در نظام خانواده اسلامی، در نظام خانواده‌ای که قرآن برای ما تعریف کرده، این است. و الحمدلله البته خب خیلی الان متفاوته با 20 سال قبل، با 30 سال قبل. الان الحمدلله با توجه به همین آگاهی ها و با توجه به تجلیل از روز میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا فرهنگ سازیه، اینا فرهنگ سازیه. جناب جای حسینی واقعا جالب بود برای من. پری روز یک سفری، یک به اصطلاح فرصتی شد بیم داخل شهر که چقدر به اصطلاح بچه ها، چقدر دخترها به اصطلاح وقتی جایگاه مادر به رسمیت شناخته شود و تعریف شود و گرامی داشت برای زو گرفته شود، برای زو تحفه بگیره، قطعا به تبع او جایگاه دختر و جایگاه به اصطلاح واقعا اینا الحمدلله خیلی جالب بود. به اصطلاح کادوها در دست از این بچه ها بودن، یا به اصطلاح جعبه های از شیرینی در دست اینها بودن، نشان می دادن که. لذا این است که الحمدلله الان نظام خانواده و جایگاه خود این دختر در نظام خانواده، اون جایگاه ارزشی خود داره کم کم الحمدلله پیدا میکنه. بله آجو، فرموده شما درست. واقعا چون ملت ما یک ملت مسلمان هستند و در واقع تمامی رفتارها و برخوردهایی که در یک خانواده داره به تبعیت از آموزه های بلند اسلامی است، که به همین دلیل هست که شاهد این هستیم خوشبختانه که در جامعه ما تفاوتی میان دختر و پسر نیست، اگرم باشه به خیلی خیلی اندک است، انگوش شمار است، و دیدگاه عموم مردم بر ایست که حقوق دختر و پسر در خانه برابر و مساوی است و همه باید هر دو برابر از مهر و محبت و عاطفه پدر و مادر برخوردار باشن. قبل از که میام برنامه داشته باشم، شما جواب به یکی دو مورد از مصداقهایی که در واقع میشه برای بینندگان همانند یک الگویی باشه، چون پیامبر گرامی اسلام ما الگوی کامل بشریت بود و لازم هست که ما رفتارهای ایشان در زندگی خود پیاده کنیم تا به سعادت بیشتری نائل شویم. ایشان با حضرت فاطمه زهرا چگونه یک برخورد داشت؟ جالبه. خب راجع به ایشان، همسران پیامبر بزرگوار اسلام، از رفتار پیامبر نسبت به دخترشان و به دخترانشان برای ما تعریف کرده. بله. و در تاریخ ثبت شده، و این که به احترام و حرمت دختر از جای خود بلند می شد و دستان مبارک و نازنین دختر خود بوسه می زد. و وقت جالب از سفر که می آمد، پیامبر بزرگوار اسلام اول در خانه خدا می رفت، به اصطلاح به مسجد می رفت، بعد می آمد از دختر خود جویای احوال می شد، بعد در خدمت همسران خود می رسید. این نشان می ده که در سیره پیامبر اون مصداق های عملی رفتار های پیامبر بزرگوار اسلام با دخترشان و او برخوردی که با دخترشان داشت، و از اون طرف خب پیامبر یک گلگوست، با این کار خود میخواست اون نگاه جاهله را به اصطلاح از جامعه برداره یا اصلاح بکنه، که نه، دختر رحمت است، دختر یک
نعمت الهی هست و این همه تکریم و احترامی که پیامبر بزرگوار اسلام به دختری نازنینشان و گاهن تعبیرهای جالبی داره، ام ابی ها، بله جو، مادری پدر، چون دخترها خوب دلسوزه به حال پدر و این تعبیر زیبایی که نسبت به دخترشان داشت پدر و اصطلاح مادر پدر و اصطلاح اون مهربانی هایی که نسبت به پدرشان، برعکس دخترشان نسبت به پدرشان داشت، ایران پیامبر به اصطلاح اونجا به زیبایی بیان کرده برای ما. بسیار عالی آقا، سپاسگزارم، میکنم، تشکر. واقعا پیامبر گرامی اسلام مسئولیتی بس بزرگ، خطیر و در این حال دشوار داشتن. به فرموده شما عرب جاهلیت رفتاری کاملا ناانسانی با جایگاه یک دختر و هستی و زندگی یک دختر داشتن که تاریخ گواهی این مسئله است که دختران از کمترین ارزش برخوردار بودن، زندگی به گور میکردن و همانند یک کالا تبدیل به مبادله میشدن. ولی پیامبر گرامی اسلام آمدن و با او شریعت زیبای خودشان و او با او آموزه های بلند الهی با تمامی در واقع سنت های نابکار و ناپایدار مبارزه کردن و چقدر زیبا توانستن که جایگاه درست، عزیز و شاخصی را برای دختر به جهانیان معرفی کنن. سپاسگزارم که ما جواب زنده و سلامت باشن. خیلی کوتاه میام برنامه ببینیم انشالله در بخش دوم مایل هستم که جایگاه دختر در زندگی امروزی به بحث و گفتگو بگیریم. دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم که شما هم شاهد میان برنامه ای باشین و انشالله در بخش دوم هم بیننده و همراه صحبت های ما باشین. خب دوستان عزیز و ارجمند، مجدداً خوش آمدید میگم به همه شما گرامی ها و عزیزانی که همکنون بیننده و همراه ما هستید. صحبت ما در خصوص جایگاه دختر در خانواده است. در آیه 49 سوره شورا است که خداوند مهربان از دختر به عنوان هدیه‌ای به خانواده ها نام برده. پس وقتی هدیه‌ای وارد منزل ما میشه باید چیکار کنیم؟ قطعاً باید خوشحال باشیم، قدر این هدیه را بدانیم و در امر تربیتشان هم اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم که قطعاً همه شما عزیزان چنین برخوردی با دخترانتان در خانواده دارین. حاج آقا در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از صحبت‌های قبلی شما. به زیبایی اشاره شد که دین ما واقعاً دین انسانیت است، دین برابری است و بحث جایگاه ویژه‌ای که دختران داره نشان دهنده همین موضوعی هست که ما داریم برای بینندگان عزیز خود داریم صحبت میکنیم. در جامعه ما امروز وضعیت و جایگاه دختران چگونه است؟ اگر مقایسه ای نگاه بکنیم، خب یک نگاه ارزشی داره شکل میگیره. بله. نسبت به گذشته ها که متاسفانه به اون نگاهی جاهلی بیشتر نزدیک بود، اما الحمدلله روز به روز دارم اون جایگاهی انسانی و جایگاه الهی خود دخترها در خانواده به دست میاره و پیدا میکنه. خب نمونه های زیادی هم داریم الان الحمدلله. یکی از مهمترین نیازها نیازی به آگاهی، نیازی به خردورزی و اندیشه ورزی هست که الحمدلله نیازی به آگاهی و علم آموزی در این قسمت الان الحمدلله ما میبینیم که در جای جای از وطن، در اکثریت از خانواده ها و این موضوع الان الحمدلله تحقق پیدا کرده. بله. مساویانه هم بچه به مکتب میره برای آموزیش، برای تربیت، و هم دخترها الان الحمدلله به برای آموزیش، برای ارتقای ظرفیتی آگاهی خود. خب این درک و این فهم الحمدلله نگاه غالب شده. بله. در این قسمت نگاه غالبی شده که خود دختر یعنی بعدن مادر یعنی استاد، مادر یعنی مربی تربیتی فرزندان و این مادری که از یک تحصیلات بالایی برخوردار باشه قطعا میتوانه اون وظیفه الهی و انسانی خوده که تربیت نسل جامعه باشه، خب ایره از عهده ایشان به نیکی بر بیه. بله. الحمدلله در این قسمت یک حرکت و یک
به اصطلاح شاهدی خوبی هستیم که جایگاه خود در این قسمت پیدا میکنه. اما خب کاسته های منوز زیاد هست، کاسته های موجود دارد در قبال حقوق مادی دختران، متاسفانه گاهن جفا میشه. به اصطلاح اون حقی که از پدر هم بچه داره و هم دختر داره، باورهای غلط ما این حق را از او دختر متاسفانه سلب میکنه و این تأثیر داره، این ناخودآگاه در وجود او تأثیر داره و از این حق خود وقتی که برخوردار نمیشه و آداب و رسوم و باورهای غلط جامعه به او اجازه را نمیده که حق خود مطالبه بکنه، خب از اون طرف اگر نبخشه این حق را، خب این حق او در پیش برادرها خب هم به اصطلاح مال حرام میشه، لقمه حرام میشه، لطفی برای برادرام نداره، برای خودشان، برای خانوادهشون تأثیری روح روانی داره متاسفانه. در این قسمت خب میبینیم که خیلی جفا میشه در حقوق مالی، جفا میشه در این قسمت که میرسه، خب همی که کلان میشه، بزرگ میشه و از خانه پدر میره، اون نگاه اشتباه که دختر مال مردمه، یعنی دیگه رفت در خانه کسی دیگه، در حالی که نه، او در خانه خودش میره، و خانه ای که شکل گرفته دختری این خانواده سهمی مساویانه با بچه از او خانواده داره. بله. خب این می تعریفی درستی متاسفانه نشده. در این قسمت به اصطلاح ما شاهدی جفا هستیم در قبال دخترها و همین موضوعات خب گاهن پیامدهای منفی در بحث نیازی به محبت اینها هم داره، سبب میشه که خود سربار از خانواده اونجا هم یک جایگاهی درسته برای خود نمیبینه، خانه مردمه و از اینجا هم داره به اصطلاح کنده میشه و اینجا هم دیگه هیچ جای پایی برای خود، یعنی حق و حقوق خود برای در خانه در کنار پدر، در زندگی پدر برای خود نمیبینه، خود در یک خلأ رها میشه. این متاسفانه قطعا پیامدهایی را خواهد داشت که باز جالبه اینم باز مقایسه بکنیم. بارها هم در امی برنامه بسیار زیبای شما در بحث خانواده گفتیم وقتی که به پیامبر و به اهل بیت خوشخبری میدادن که خدا برای تو فرزندی داده، لم یسأل اذکرن ام انثی، هیچگاه از جنسیت سوال نمیکرد که ما متاسفانه از جنسیت سوال میکنیم. برنامه هایی که برای فرزندان خود داریم گاهن تبعیض وجود داره در بحث نامگذاری، وقتی که به اصطلاح نورسیده ای که تازه به جمع خانواده اضافه شده و همه خوشحال هستن، خود رفتارهای ما تاثیرگذار هستن. حالا شاید اون نوزاد متوجه نشه، اما خواهری که کلانتر است او که میفهمه، بله درست، او که میدونه، شاهد این صحنه است که برای برادرش یک نامشانی بسیار به اصطلاح خوبی گرفته، آرومندی گرفته، فامیل قوم دعوت شده، کادو آمده، تحفه آمده، یک ولیمه هست، اما تولد دختر هیچ اهمیتی نداشته، اهمیتی گاهن دیده نمیشه در بعضی از خانواده ها. خب اینه با نگاه الهی در تضاد. اگر ما مسلمانیم، خب اسلام اینه تسلیم، اینه در همه امور تسلیم اوامر الهی باشیم، نه اینکه در بعضی از مواضع به اصطلاح تسلیم الهی باشیم، در این موضوعات فکر بکنیم که نه، خدا هیچ نظری نداره، هیچ نگاهی به این موضوع، در حالی که نه، ما سعی بکنیم اون نگاه الهی را در این موضوع. خب این می تبعیض ها گاهن در بحث نامگذاری، در بحث عقیقه، در بحث به اصطلاح گاهن هم در امر آموزش هم اشاره کردم، در بحث تعلیم و تربیت مثلا دختر را در مکتب دولتی که متاسفانه گاهن از جایگاه خوبی برخوردار نیست از لحاظ کیفی در بحث آموزش، دخترها را اونجا رایی میکنه، بچه را به اصطلاح در یک مکتب خصوصی که به اصطلاح اون برند تعلیم و تربیت یک مقدار بهتر هست اونجا رای میکنه. خب باز خود این دوباره تبعیضه، دوباره تبعیض هست. ما خیلی منفی نگری نمی کنیم، اما خب گاهن آره متاسفانه واقعیت های هست که اینا هم باید اصلاح شد. اگرچه بفرموده شما که تغییراتی ایجاد شده و خوشبختانه رشد داشته، این مسئله که تفاوتی میانه
دختر و پسر نبوده و دیدگاهی کاملا متفاوت شکل گرفته. اما اگر گاهن این خبر هم به گوش میرسه که بعضی از خانواده متاسفانه هنوز هم دیدگاه منفی نسبت به جنس دختر داره، واقعا باید این نگرش ها عوض شود. اگر پدری که در خانواده هست این نگرش داشته باشه که دختر مال مردم است، دختر باید در مکتب دولتی درس بخونه، پسر در مکتب خصوصی، برای دختر نباید لباس های آنچنانی خرید، نیازهای اولش برآورده شود، ولی برای پسر حتما باید همه امکانات فراهم باشه. اگر پدر این گونه باشه، خب بقیه افراد خانواده یاد میگیره. پس کسی که باید این نگرش منفی را تغییر بده در خانواده، فکر میکنم والدین عزیز هستن که باید جایگاه درست و فکر میکنم این جایگاه درست از دیدگاه اینا شروع میشه و به بقیه اعضای خانواده منتقل میشه. دقیقاً. لذا اینه که والدین گرامی متوجه اون وظایف خود باشه. بله. متوجه این امانت الهی باشه که در قبال چه وظایفی داره و سعی بکنه که این وظایف خود در قبال فرزندان خود، اینو باید از قرآن بیاموزه، اینو باید از سیره پیامبر و از سیره بزرگان دین، از صحابی گرامی و از ائمه معصومین علیهم السلام، از اینا یاد بگیرن، برن زندگی خانوادگی اهل بیت را، تعامل پیامبر بزرگوار اسلام با فرزندان دختر و بچه را، بله، اینا رو بره مطالعه بکنه، اینا رو بره او آگاهی حاصل شوه، ای آگاهی حاصل شوه و بعد بتواند اون وظیفه خطیری که در قبال فرزندان خود داره اینه به نیکی باید انجام بده. باور بکنیم یک محصل یک سوال داشت که استاد چرا این همه در وطن پرخوشگری هست، چرا اینقدر عصبانیت هست، چرا به اصطلاح تبعیض‌ها؟ من به این باور هستم که این می تبعیض از خانواده شکل میگیره، این می خلا از خانواده ها گاهن شکل میگیره، این تبعیض ها گاهن به اصطلاح اون خلایی که در وجود فرزند دختر ما که بعدا اون مادر میشه و یک مادری که به اصطلاح محروم از این همه محبت و از این همه الطافی که باید پدر و مادر به اون میداد متاسفانه نداده، خب بعدا این مادر شده خودش. بس چگونه بتون نقش خود موفقانه عمل کنه؟ دقیقاً. لذا اینه که انشالله هرچی ما با آموزه های وحیانی و الهی و با سیره خانوادگی پیامبر بزرگوار اسلام سعی بکنیم آشنایی حاصل بشه و بعد از خدا بخواییم که توفیق اجرای این آموزه های وحیانی را در قبال فرزندان داشته باشیم تا بتوانیم یک خانواده سالم، یک خانواده که بتواند دخترها در کنار برادرای خود انشاءالله یک رشدی و اصطلاح قابل قبولی و انشاءالله داشته باشه. بله جو، همین گونه ای که شما اشاره فرمودید سپاسگزار میکنم. تشکر، ممنون از صحبت های شما. دوستان عزیز و ارجمند، صحبت ها همچنان در بخش سوم هم در خصوص جایگاه دختر در خانواده ادامه داره. چند نکته مهم دیگر هست که لازم هست برای شما عزیزان تقدیم کنیم. همکنون شاهد میان برنامه ای باشید. خب دوستان عزیز ارجمند، شاهد گزارش بسیار بسیار زیبایی بودید در پیوند به جشن تکلیف برای دختران خردسال که به آستانه جشن تکلیف و آشنایی با تکالیف الهی رسیدند. واقعا چه برنامه زیبایی است. همانند این برنامه هاست که میتونه جایگاه واقعی یک دختر معرفی کنه و چقدر میتونه ارزش برای یک دختر به وجود بیاره. هر کسی از یک راه مختلفی ایجاد میکنه برای که بتونه جایگاه درست یک دختر در خانواده و اجتماع اسلامی تبیین کنه و چنین برنامه ها در کنار ای که این موضوع رو میتونه به شیوه درستش نمایان کنه، همچنان میتونه دخترها و پسران با آموزه های زیبای اسلامی هم به درستی آشنا بسازه. آجاقا در خدمت شما هستیم. برنامه بسیار زیبایی پخش شد، جشن تکلیف برای دختر خانم ها بود و
شنیدیم که هر کدامشان به زیبایی سخن میگفتند در رابطه با او، برنامه های بلندی که داشتن و او آشنایی هایی که با دستورات دینی داشتن، و واقعا این میتونه گام اول برای والدین، مسئولین، معلمین عزیز، بزرگترها باشه که به نحوی هم بتانیم ارزش دختر به جامعه بشناسانیم و همی که اونا را با دستورات دینی آشنا کنیم. نکته بسیار دقیقی و چقدر زیبا اشاره فرمود که من حضرت زهرا را، دختر پیامبر بزرگوار اسلام را، چقدر دوست دارم. بله. یا اون به اصطلاح شرکت کننده دوم که فرمودن خب ما الگوهای عملی داریم و قرآن پیامبر و خانواده پیامبر به عنوان الگو برای بشریت و برای جامعه معرفی کرده است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. لذا این است که به اون تعبیر زیبایی که اشاره کرد، درسته که اگر دریا را همه نتوانیم بکشیم یا بششیم، خب به اون اندازه توان و برداشت خود ما بهترین راهکار هم برای اون که جایگاه اصلی دختر در نظام خانواده ما، جایگاه واقعی خود و اون جایگاه ارزشی خود پیدا بکنه، بحث الگو سازیه. بله، ما بیم الگوهای زندگی خود شناسایی بکنیم. و در بحث الگو مهمترین نکته این است که ما ویژگی های الگو رو بشناسیم. بله، یک تقلید کورکورانه نباشد، از روی شناخت باشد و الگو رو بشناسیم. و خصوصا در قسمت الگو بودن پیامبر، الگو بودن حضرت زهرا سلام الله علیها، و اینه که ما بیایم ویژگی ها، رفتارها و عملکرد پیامبر و حضرت زهرا سلام الله علیها را با دخترشان در نظام خانواده، حالا در همه موضوعات که امروز بحث ما بحث خانواده هست، بحث دختر هست، جایگاه دختر هست، این جایگاه را و این الگو را و جایگاه این دختر را در این خانواده ای الگو ما به این با دقت مطالعه بکنم، با دقت تمام مطالعه بکنیم. به صرف یک اسم که او دختر حضرت دختر پیامبر بزرگوار اسلام هست به این اکتفا نکنیم، یعنی با ویژگی های او، با سیره او، با عمل کرده او آشنا بشیم. و قطعا وقتی که آشنا شدیم، این در طبیعت انسان ها هست که از آدم های کلام، از آدم های بزرگ و اون هم پیامبر بزرگوار اسلام که در این جایگاه هست، به صورت ناخودآگاه سعی میکنه مثل او عمل کنه، درست، از او تقلید بکنه که او رفتارش با دخترش چگونه بوده، من سعی میکنم با دخترم همون رفتار را داشته باشم. زهرا خودش با دخترش زینب سلام الله علیها چگونه رفتار داشته، من مادر هم سعی کنیم که مثل او رفتار داشته باشیم، او رفتار را داشته باشیم. لذا اینه که ما رضایت خدا را، ما که مسلمان هستیم و همیشه در پی رضایت خداوند تبارک و تعالی هستیم، فقط رضایت او را در نماز و در روزه و در حج جستجو نکنیم، اونا باشه، ما سعی کنیم رضایت خدا را در قبال رفتار خود با دختر خود، همه تعالیم تربیتی و اخلاق را پیاده کنیم در خانواده. دقیقا. و از اون طرف دختر با توجه این تصویر زیبایی که امروز شما اینجا گذاشتین، واقعا چقدر لذت میبره انسان وقتی که این پدر مهربان با این لبهای متبسم خود دخترای خود در آغوش خود گرفته، و انشالله بتوانیم مثل این پدر نه مقطعی و همیشه این حالت را داشته باشیم. و با توجه به این که جنس دختر یک جنس بسیار لطیف و ظریف و بحث احساسات در اوج خود هست، بحث عواطف در اوج خود هست، اما رقم که بحث عقلگرایی و استفاده از عقل در بچه ها و در مردها در اوج خود هستن، بحث احساس و عواطف خب در دخترها در اوج خود هستن. لذا اینه که ما بیم احساسات لطیف اینها را پاسخ درست بدیم، پاسخ مثبت بدیم، نیاز اینها را به محبت بتوانیم در این طفولیت تأمین بکنیم تا وقتی که این مادر شد بتواند امی احساسات و عواطف پاک خود به دخترهای خود، به بچه های خود هدیه بکنه. و جناب آقای حسینی گاهن بعضی از دخترها شکایت میکنه که مادر این محبت به من نداده،
اما وقتی که با هم میخوایم زندگی مادر را بررسی بکنیم، میفهمیم که او به این نتیجه میرسیم که خودی او قربانی بوده. بله جان، خودی او قربانی بوده، خودی او مریضه، گرفتار هست. و یک آدمی که قربانی، یک آدمی که هیچگاه از عواطف و احساسات و از محبت در زندگی او خبری نبوده، او چگونه میتوانه این احساسات به دختر خود هدیه بکنه؟ بله جو. این است که انشالله ما بیم این دختر و این رحمت الهی و این احساسات و عواطف پاکی که اینها دارد و گاهن به اصطلاح با همین لبخندهای خود، با می احساسات پاک خود، تمام خستگی ها را از تن پدر، از تن مادر و از به اصطلاح از خانواده به دور می سازه. اینا را قدر بدانیم و متوجه این احساساتشان باشیم. اون وظایفی که ما در قبال اینا داریم، او را به نیکی انشاءالله بتوانیم انجام بدیم. سپاسگزارم که ما جواز زنده و سلامت باشن. تشکر. فکر میکنم که باید به عرض همه بینندگان از خود اینگونه برسانیم که مبادا دغدغه های زندگی، مشکلاتی که فرا روی ما هست، سبب شود که غافل شویم، بی توجه شویم نسبت به حال فرزندان خود. تفاوتی نیست میان دختر و پسر، مشخصا چون امروز صحبت ما بر روی دختران بود، تمرکز بیشتر داشتیم، ولی پدران و مادران عزیز باید به طور مساوی و برابر هم پسر و هم دختر توجه داشته باشن، دوست داشته باشن، به نیازهایشان رسیدگی کنن و در امر تربیتشان هم کوشا باشن. آجا با صحبت‌های پایانی شما را در این خصوص میشنیم و انشالله بعد از او از حضور گرم شما خداحافظ میکنیم. در یک جمع‌بندی به نکته ظریف اشاره فرمودیم که چون روز روزی دختر بود، یک وقتی خدایی نکرده بچه احساس نکنه که دقیقاً اون جایگاه فرزندان ما، عدم تبعیض بین بچه و دختر، و هر دو در حقیقت هدیه الهی است و هر دو دست گل هست. انشالله این دوتا بزرگوار را ما در کنار همدیگر به اصطلاح بتوانیم پاسخگوی نیازهای اونها و شاهد رشد و شکوفایی اینها در خانواده باشیم. اگر خانواده پدر و مادر وظیفه خود درست انجام بده، قطعا وقتی خانواده موفق بود، خانواده سالم بود، قطعا هم به تبعش جامعه سالمی داریم. دقیقاً. وقت تمام خوشی ها و خوشبختی ها در حقیقت به سمت ما به اصطلاح درش گشوده خواهد شد و ما از اون نعمت ها برخوردار میشیم. انشالله که یک خانواده موفق، یک خانواده سالم و اعضای سالم در این خانواده و وظایفی که در قبال همدیگر داریم به نیکی انجام بدیم انشاءالله. تشکر آقا، زنده و سلامت باشین. چقدر به زیبایی اشاره فرمودین به صحبت‌های امروزی که قطعاً برای همه بینندگان ما مفید واقع میشه. برای خود شما هم آرزوی موفقیت و سلامتی میکنیم. خدا نگهدار شما. خیلی خوش آمدید دوستان عزیز و ارجمند. امیدوارم مطالبی که امروز در برنامه در رابطه با جایگاه دختر بیان شد مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه، که میدانم همه شما نسبت به جایگاه واقعی دخترانتان اهتمام ویژه‌ای دارین. برای همه شما عزیزان اوقات خوب و خوش آرزو میکنم. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.